درود. با 180 ثانیه چهارشنبه 27 آذر ماه همراه ما باشید. در ادامه نوسان‌های شدید روزهای اخیر قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران، برابری دلار آمریکا و ریال ایران صبح امروز چهارشنبه بار دیگر از مرز 13000 تومان فراتر رفت. پس از گران شدن بنزین، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت قیمت کالاها در ایران بین 12 تا 18.3% افزایش یافته و افزایش سالیانه دستمزد کارگران بی‌اثر شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار یک گزارش درباره لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد حجم قابل توجهی از منابع این لایحه غیر واقعی است و به مجلس پیشنهاد کرد که محورهای کلی اصلاح لایحه را به دولت ابلاغ کند تا لایحه اصلاحی توسط دولت تهیه شود. این مرکز همچنین نوشته است دولت از نحوه و ترکیب دقیق هزینه‌های خود اطلاعی ندارد. مرکز آمار ترکیه طی گزارشی از افزایش چشمگیر خرید خانه توسط ایرانی‌ها در این کشور خبر داده و گفته است شهروندان ایرانی در 11 ماهه ابتدایی سال جاری میلادی 4660 واحد مسکن در ترکیه خریداری کردند. وزارت دادگستری آمریکا یک فرد و 3 شرکت اندونزیایی را به نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران متهم کرد. رئیس شرکت PTMS آیرو ساپورت متهم شده است. میلیون‌ها دلار قطعات هواپیما به ماهان ایر که در فهرست سیاه آمریکاست صادر کرده و قطعات هواپیما را برای تعمیر به آمریکا فرستاده و بعد از تحویل از مسیرهای سنگاپور، هنگ کنگ و تایلند به ایران ارسال کرده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد 8 نشست بین المللی کارگروه آژانس هماهنگی اجرای قانون مقابله با فعالیت‌های حزب الله لبنان طی هفته جاری در مقر یوروپول در بروکسل برگزار شد. در این نشست اقدامات اجرایی کردن قانونی که اخیراً از سوی دولت‌ها برای متوقف ساختن عملیات بین المللی حزب الله وضع شده بود مورد بررسی قرار گرفت. نماینده دائم آمریکا در مقر سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو در سخنرانی خود در نشست جهانی پناهندگان گفت برای صلح و ثبات واقعی دولت‌ها باید ریشه سیاسی بحران‌ها را بیابند، چرا که این بحران‌ها رنج و آوارگی بسیاری را در سراسر جهان موجب شدند. شرکت ایتالیایی آمریکایی فیات کرایسلر و گروه خودروسازی PSI مالک پژو سیتروئن اعلام کردند با ملحق شدن زیر یک چتر فعالیت خواهند کرد. این اتفاق شرکت جدید را به 4مین خودروساز بزرگ جهان تبدیل می‌کند.